سلام دوستان، دقت بفرمایید به ترجمه متن دیگه ای میپردازیم از کتاب آیلز کمبریج شماره 10 صفحه 33 به نام Glaciers. همونطور که عنوان رو میبینید Glaciers یعنی یخچال ها. دوستان یخچال های قطبی رو میگیم Glaciers. کلن دوستان ببینید گلاس، خود گلاس به معنی شیشه، کریستال، کلمه ایه که در واقع خب کلن شیشه و یخ و برف و اینها دوستان از در واقع معمولا تو کلمات همریشه هستن. این glaciers هم در واقع از همون glass میاد، چیزی که خب شبیه برحال شیشه هست، کریستال هست، که حالا بگیم یخچال قطبی. یخچال قطبی رو خلاصه میگن glaciers. اینو گفتم که ساده تر و راحت تر تو ذهنتون بمونه دوستان. glaciers بین CI به صورت ش تلفظ میشه. خب با هم میخونیم. همونطور که عرض کردم دوستان، مهمترین مرحله و بزرگترین قدمی که ما باید برداریم این هست که بتونیم متن رو به راحتی ترجمه بکنیم. این از همه چیز مهمتره، چون این باعث میشه که حالا چه در کار ترجمه قوی تر بشیم و بتونیم متون آیلتس رو خیلی راحت بخونیم. دوستان باور کنید اگر شما در بحث ترجمه قوی بشید، خیلی راحت فقط در چند دقیقه حتی کل متن رو هم میتونید برای اصلی بخونید و به سوالات جواب بدید. اما خب اون یه حالت در واقع حرفه‌ای تر هست و نیاز هست که واقعا متنای زیادی رو کار بکنید که کاملا هم امکان پذیره. خب پاراگراف A رو با هم دیگه میخونیم دوستان. خواهش میکنم همراه با من باشید. Besides the earth's oceans، میگه در کنار بین earth's oceans، در کنار اقیانوس های کره زمین، glacier ice is the largest source of water on earth. glacier ice، یخ، در واقع یخچال های قطبی ها، یخچال ها. در واقع دوستان البته من اینو عرض کنم، glacier یعنی یخچال، حالا منظور یخچال صرفا قطبی نیست، هر یخچالی رو میگیم glacier. یخچال هایی که حالا به صورت میدید در واقع تودای بزرگ یخ هستن. میگه یخ یخچال بزرگترین منبع از آب روی زمین است. پس در کنار اقیانوس ها یخ یخچال ها بزرگترین منبع آب روی زمین هست. در ادامه همون خط اول رو میخونی در ادامه دوستان. A glacier is a massive stream or sheet of ice that moves underneath itself under the influence of gravity. خب یک glacier، ها، یک یخچال. خب اینجا تعریف کرده که اصلا یخچال چی هست، ها؟ میگه یک یخچال عبارت است از یک massive، دوستانی بزرگ، tremendous، عظیم، ها، یک stream، جویبار یا صفحه. stream دوستان یعنی جویبار، stream جویبار از شیت هم که میشه صفحه. میگه یک در واقع جویبار یا یک صفحه از یخ هست که that moves underneath itself، که میگه در زیر خودش، در واقع در قسمت زیری خودش چی حرکت میکنه. پس یک جویبار بزرگ یا صفحه بزرگ، مسیو رو هم با معنی کنیم بر صورت خیلی بزرگ از که در قسمت زیری حرکت میکنه. under the influence of gravity، تحت تاثیر gravity، تحت تاثیر gravity. gravity دوستان یعنی گرانش، نیروی ثقلی یا همون گرانش رو میگیم gravity. influence هم که میشه اثر یا تاثیر. خب دقت بفرمایید در ادامه. گفته که some glaciers travel down mountains or valleys while others spread across. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.